منم خداوند بخشاینده و متعال و درود و وقت شما بخیر. امید خوب و صحتمند باشین و لباس عافیت بتن داشته باشین. برنامه اقتصاد ما آغاز گردید و تا نیم ساعت دیگر من خدمت شما در این برنامه حضور دارم. نگرانی از سپردن بیشتر قراردادها و پروژه های اقتصادی و کاربار از سوی کمیسیون تدارکات ملی و ارگ ریاست جمهوری و علاقاتی که در درون ارگ وجود دارد و بیشتر شرکت ها و نهادها و سازمان هایی که شناخت و روابط بسیار عمیق و نزدیکی با مسئولین در ارگ ریاست جمهوری و یا کمیسیون تدارکات ملی دارند، نگرانی شدید را در میان بیشتر تاجران، سرمایه گذاران و صاحب شرکت ها و بیشتر مؤسسات و نهادها باج گذاشته است. بیشتر کسانی که صاحب کاربار در افغانستان هستند و شرکت های ساختمانی و یا پروژه های عمرانی را روی دست گرفتن تا اینکه بتوانند برای آبادانی افغانستان و یا پیشرفت و توسعه افغانستان کاری را انجام بدن و از این طریق بتوانند که زمینه کار را برای بیشتر کسانی که افرادی که بیکار هستند میسر بسازند، هشدار بر این مسئله میدن که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و برای بیشتر قراردادها و پروژه ها آفر داده نشود و یا به قرارداد گذاشته نشود تا بیشتر شرکت ها و دفاتر بتانن همه مساویانه این قراردادها و این شرکت پروژه ها را به دست بیارن، میدونه که رکود اقتصادی شدید در افغانستان به وجود بیاره و باعث سقوط کاروبار و متوقف شدن بیشتر فعالیت شرکت های ساختمانی، شرکت ها و پروژه هایی که از سوی بیشتر تاجران، سرمایه گذاران در افغانستان روی دست گرفته شده به وجود بیاد. میخوایم در این مسئله صحبت بکنیم که سپرده شدن بیشتر قراردادها و پروژه های کاری از سوی ارگ ریاست جمهوری، پروژه تدارکات و علاقات درون ارگ و افراد شناخته شده ای که روابط با مسئولین ارگ داره چقدر دیگر میتونه که آینده تجارت سرمایه گذاری در افغانستان را با رکود مواجه کنه، چقدر دیگر میتونه که به مسئله بیکاری دامن بزنه و اقتصاد را در افغانستان کمرنگ تر بسازه و بیشتر از این هیچ کسی علاقمندی به این مسئله پیدا نکنه تا اینکه بیاید در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و شرکتی را ایجاد بکنه. پیرامون این موضوع با مهمان بسیار خوب من جناب محترم آقای محمد هارون صدیق، عضو هیئت مدیره شورای صنایع معدن سرمایه گذاری افغانستان پیش رو بس میکنیم. خیلی خوش اومدین آقای صدیق، وقت بر شما خوش. تشکر. خوش آیا این مسئله واقعیت است آقای صدیق که بیشتر پروژه های کلانه که باید به با آفر گذاشته بشه، پیشنهاد بشه و یا به قرارداد و رقابت سپرده بشه تا تمام شرکت ها سهم مساویانه، چه شرکت هایی که حکومتی هستن و یا بیرونی هستن و شرکت های خصوصی هستن، بتونن این پروژه ها رو به دست بیارن، موفق به این مسئله نمیشن؟ اما از قبل اداره تدارکات ملی و مسئولین در ارگ و مقامات میان این قراردادها را به شناخته های خود، روابط خود، خانواده های خود، وزیران و وکیلان میسپارن تا اونا بتونن این پروژه ها رو به پیش ببرن. این چنین چیزی است از دید شما و خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست ما تشکر می کنم از تلویزیون افغان بزنس که به ما وقت دادن تا صدای سکتور خصوصی را بلند بکنیم و از طریق تروبیون شما به تمام بینندگان گرامی ادای عرض احترام و سلام خدمتشان ارائه می کنم. در رابطه با سوال شما، به واقعی که چالش و مشکلات وجود داره، از حال نه از سالهای طولانی مشکلات هست که امی وجه و یا دلیل شده که ما کارهای میاری و استاندارد که بر اساس میارات که متضمن آینده باشه نیست. این یکانه دلیلش این است که ما رقابت در مارکت نداریم. وقتی که رقابت در مارکت نباشه، در بازارها رقابت نباشه، در داوطلبی ها رقابت نباشه، اینا چون که امو حلقات را که شما یادآور شدین و امو وابستگی هایی که وجود داره، اینا باعث میشن که کنترل کیفیت و تضمین کیفیت پایین میاد. یکی این باعث میشه که کنترل کیفیت و تضمین کیفیت پایین میشه و دوم تاثیر از این بالای فرآیندهای اقتصادی در مملکت این است که متشبثین کوچک متوسط نمیشه و متوسط بزرگ نمیشن. اینا در امو چارچوکاتی که نگه داشته شدن در امو چارچوکات میباشن و نمی توانند که ارتقای ظرفیت بکنند، نمی توانند که اونا بتوانند که در این پروژه ها اشتراک بکنند، در این داوطلبی ها اشتراک بکنند، از مزایای از استفاده بکنند تا شبکه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت به وجود بیاید. خیلی خوب. ادامه این مسئله به آقای صدیق، چقدر دیگر میتونه که فعالیت بیشتر شرکت ها و نهادهای خصوصی را که برای کاربار در افغانستان آمدن و کاری را ایجاد کردن تا بتونن زمینه کار را به دست بیارن و اقتصاد را بهبود ببخشن و خودشان هم سهمی در آبادانی افغانستان داشته باشن، به اینا اگر قرارداد سپرده نشه و قراردادها به رقابت گذاشته نشه تا اینا بتونن به دست بیارن، چقدر دیگر میتونه کاربار اینا رو در افغانستان متوقف بکنه و اینا کارشون سقوط بکنه در افغانستان و بار سفر از افغانستان ببندن و برن از کشور؟
بله، به واقع تاثیرات بسیار زیاد هستند که این تاثیراتش قابل ملاحظه است و به واقع قابل محسوس هم است. گراف هایی را که از طرف احصایه مرکزی و از طرف نهادهایی که آمار و احصایه را پخش می کنند ببینید، آماری که به اساس خط فقر است و یا بیکاری است و یا فرار ذهنیت ها هستند یا فرار سرمایه ها از افغانستان هستند، اینا رو به افزون هستند، روز به روز زیاد شده میرند و این مشکلات و چالش ها ایجاد شده میرند که مردم دلبستگیش به کاروبار و سرمایه گذاری کم میشه. آقای صدیق، مشکل در چه بود؟ زمانی که حکومت شکل گرفت، کلانترین تعهد برای این بود که زمینه کار را و سرمایه گذاری را و تجارت را برای تمام اتباعی افغانستان حتی بیرون از اتباعی افغانستان به صورت یکسان میسر میسازن و مهیا میسازن تا بتونن کاری را در افغانستان روی دست بگیرن. حالا چی شد که یک بارگی یک تغییر جهشی 90 درجه ای آمد و امروز شرکت های خصوصی به باد فراموشی سپرده میشن و تماما نهادها و شرکت های دولتی هستند که میتونن پروژه ها و قراردادها را عقد بکنن و به دست بیارن؟ یگانه تاثیرش همین است که وقتی که مشکلات و چالش ها ایجاد میشه در جامعه و ای در برگیرنده از اوضاع سیاسی کشور هستند، این مشکلات و چالش ها وقتی که در درون اوج میگیرند و اختلافات و کدام بیباوری ها که در بین ارگان های دولتی و در بین سیاسیون به وجود می آیند، این باعث می شه که تاثیراتش بالای اجتماع باشه و از طرف دیگر در اجتماع ها مردم که کدام اما در یک فضای ناآگاهی قرار داده شده و اونا خود مردم هم به این کوشش و تلاش نکردند که به گونه بخواهند بتوانند که از حقوق و وجایب خود آگاه شوند و در روشنایی حقوق و وجایب که اونا دارند اعاده حیثیت و اعاده و حقوق بکنند و اونا اعتراض بکنند، ارگان های دولتی را تحت فشار خود قرار بدند و به گونه تمام هان امتیازاتی که حق بیت المال است، حق تمام مردم است، اونا را به یک صورت درستش تنظیم بکنند تا تمام سطوحی که در بخش اقتصادی کار میکنند اونا به دسترسی پیدا بکنن، به فرصت ها و از این فرصت ها استفاده کنن. آقای صدیق، وضعیت امروز تجارت سرمایه گذاری در افغانستان چگونه میبینید؟ بادر که سپرشدن 5 سال بیشتر از عمر این حکومتی که کلانترین تعهد را برای بهبود این وضعیت داده بود، امروز که ما با شما هم اکنون صحبت میکنیم، شما بدون شک آگاهی دارین و معلومات دارین، وضعیت تجارت سرمایه گذاری در افغانستان چگونه است؟ آیا روزنه های امید برای تغییر این وضعیت و رو به توسعه رفتن وجود داره یا خیر؟ ما وقتی که نظراندازی تاثیرات موضوعات های سیاسی را بر فرایند اقتصادی میبینیم، به واقعیت مشکلات رو به افزون هستند و تاثیراتش بسیار زیاد است. وقتی که مردم به یک ناآگاهی قرار بگیرند، مردم به خاطر مستقبل و آینده خود امیدوار نباشند و مردم نتوانند که به اقدامات خود ثابت قدم بمانند، به واقعی که این خودش یکی از چالش ها و تهدید هایی است که جامعه را و اجتماع را تحت تاثیر خود قرار میتن و افراد و اشخاص بنابر گنگ بودن اوضاع سیاسی و نبود یک اقدامات جدی بر اساس از اینکه ما به چی نحو بتانیم می فرایند مدیریت بکنیم و رهبری بکنیم و یا ما بتوانیم که به مردم یک امیدواری را ایجاد بکنیم که شما با تمام کمال و با تمام امکاناتی که شما دارین، شما اقداماتتان روی دست بگیرین و به تحرکاتتان ادامه بدین و شما بتوانین که این اوضاع را به یک شکل مهار بدارین که تاثیرات مثبت شما بر گراف های که او تهدید میکنه افغانستان و او گراف های بسیار نقیزه هستند که می توانه که سطح جرایم افزایش بده، اونا را کاهش بده. آقای صدیق، یگانه دلیلی که بیشتر به شرکت های خصوصی و نهادهای دیگر نمی تونن که قراردادها را به دست بیارن و آفرها را بتونن به دست بیارن، دلیل اصلی چی بوده می تونه؟ آیا حکومت نسبت به کارکرد این شرکت های خصوصی
بی باور است که شاید از منظر نبود کیفیت در درون این شرکت های خصوصی، نبود امکانات، اینا توانایی این را نداشته باشند که این پروژه های کلان را به دست بیارن و به پیش ببرن و به سرانجام برسانن، یا یعنی که اصلا هدف واقعی همین است که 4 نفری که شناخته شده های ارگ هستند و مقامات و مسئولین هستند، اینا بتونن جیب هایشون پر بشه و بتونن کاربر را به دست بیارن. مشکل اصلی در اینجا چی بوده میتونن؟ چرا که همین دو دیدگاه متاسفانه وجود دارد؟ در اصل ما تحلیل و ارزیابی از متشبثین و از سرمایه گذاران و از نهادها نداریم. اگر با واقع ما آمار دقیق از روند کاری نهادهای سکتور خصوصی داشته باشیم، چی بر اساس این که به کدام شیوه اینا مدیریت میکنه سیستم را، چقدر نرم و استاندارد را اینا مد نظر گرفته، اینا عادت نشدن و یا بررسی نشدن، و یا اگر بررسی شدن روابط نابسامانی که بین نهادهای دولتی و حکومتی و نهادهای سکتور خصوصی که هستند، اینی روابط به یک شکل تأمین نیست که دولت اقداماتشان بر اساس راپورهای از نهادهای سکتور خصوصی در هر سطحی که هستند، کوچک، متوسط و بزرگ، داشته باشند و اونو به اونو میارها و استانداردها عیار باشند تا شبه که اعتماد دولت هم کسب بکنه و دولت هم به اونا امو پروژه ها و کدام فرصت هایی که در بخش قراردادهای در تدارکات وجود داره، تدارکات بتانه با تصدی ها او قراردادها را انجام بتن که آشنایی از اونا داشته باشند. متاسفانه دولت در این مدت زمانی که حتی ما آمار را در این عرصه به شما پیشکش میکنم که شما ببینید در یک سکتور بگونه متقاضی بیشتر شدن و اونا را تسخیر کردن که نباید در او سکتور سرمایه گذاری میشد، چون که او سکتور به بلوغیت خود رسیدن. اما سکتورهای دیگه هستند که اونا در او عرصه توجه نشده و تمام از او کالاها را ما وارداتی داریم، ما تولیدی از او سکتورها را نداریم. یگانه علتش اینمی است که نزد دولت یک آمار و احصایی درست نیستند. این فقط بر اساس ابهامات است، بر اساس تخیلات است، بر اساس برداشت هایی هستند که اونا فقط به یک تلفن میکنند به بعض متشبثین و هم افرادی که هستند که هیچ کدام تحلیلگر درست نیستند که بیاین تحلیل وضعیت بکنند و بفهمند که ما در کدام استیج قرار داریم، در کدام پوزیشن قرار داریم، که ما تارگت ما چی باشه و ما به چی نحو بتوانیم که امی فرصتی که به وجود آمده ای به چی نحو تعریف از شخص باشه و تعریف از خود پروژه باشه، که او پروژه را به او انتیتیس یا به او شخص یا به او متشبثی که ما واگذار میکنیم چقدر تاثیرگذاری از این در گراف خود اقتصاد مملکت داشته باشه. شما ببینید ما وقتی که میکرو اکنومیک میگیم یعنی اقتصاد کوچک، اقتصاد کوچک و اقتصاد هستن که اونا سطح متوسط و کوچک تشکیل میتن، که اینها میتوانن 80% را در تولیدات ناخالص داخلی رول ایفا بکنن و ای که کدام متشبثین بزرگ ما داریم و اونا میتوانن که 20% را تشکیل بتن، اونا نمیتوانن که متضمن تمام جریان ها و تمام فرایان هایی را باشند که تمام مردم در هر سطحی که از در هر طبقه که هستند اونا سرگرم کار باشند و به اونا فرصت مهیا نشن که یا مخالف نظام شوه یا در جرایم دست بزنن و یا طور یک منابع به خود نظام و به خود حکومت و به خود دولت اینا باشند که اون منابع به جز از این که یک جای را اشغال بکنند و یا بتوانند که اونا به حساب بالای دولت یک بوج باشه یا کسی باشه که ما نتانیم او را به یک مسیر درست سوق بدیم. خیلی خوب. در اصل ما مشکلاتی که در اینجا ایجاد داره مشکلات از شناخت هستند، مشکلات از بررسی و ارزیابی و تحلیل تمام سطوح هستند که ما اول
یک تشخیص درست از تمام سطوح داشته باشیم تا در روشنایی از او ما بر اساس خود پروژه وقتی که ما تدارک میبینیم من حیث دولت تعریفی که از پروژه باشه با تعریفی که از ما متشبث داریم این دوتا رو همخوانی بکنیم، چی در اساس لوجستیک باشه، چی بر اساس خدمات باشه و چی بر اساس تولیدی باشه، بر اساس زراعت باشه که تمامش تولید شمرده میشه، این رو بتونیم اجست و عیار درست بکنیم تا او یک تاثیرات خوب برش داشته دوباره به شما برمیگردیم. وقتی گوتنی رو بیننده باشین سری برمیگردیم. درود مجدد. دیدبان شفافیت افغانستان از سپردن پیمان واردات بیش از 70,000 متریک تن گندم کمک شده هند به واحد عملیاتی ریاست جمهوری انتقاد می کند. دیدبان شفافیت می گوید که دارای تدارکات ملی که در رأسش رئیس جمهور غنی است، این پیمان بیش از 15 میلیون دلاری را از یک نهاد حکومتی گرفته و بدون داوطلبی به نهاد دیگر حکومتی سپرده است. رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید لغو این پروسه و متهم کردن شرکت ها به تضاد منافع به شکل بسیار غیر شفاف انجام شده و نیاز است شواهدی که در قسمت تضاد منافع اگر وجود داشته باشد تایید مستقل صورت بگیرد. وزارت زراعت 5 شرکت را برای وارد کردن این مقدار گندم کمک شده هند به اداره تدارکات ملی معرفی کرده بود، اما اداره تدارکات ملی میگوید که به علت وجود مشکلات در صنعت این شرکت ها این پیشنهادها را رد کرده است. مسئول ارتباطات اداره تدارکات ملی در این باره میگوید کمیسیون تدارکات ملی تصمیم گرفت که اداره عالی بررسی باید تمامی جوانب این قضیه را بررسی کند و پس از آن به خاطر استجالیت این پروژه به واحد عملیاتی و انکشافی ملی ریاست جمهوری راجع گردید. سخنگوی وزارت زراعت نیز بیان میکند بعد از اینکه هندوستان حدود 75,000 متریک تن گندم را از طریق بند کاندولای هند به چابهار انتقال بدهد، روند انتقال آن از چابهار به نیمروز و سپس به نیمروز و سپس به ولایت‌ها و شهرها شروع می شود. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس نیز بر شفافیت در قراردادهای دولتی تاکید می کنند و می گویند حکومت نباید از نفوذش برای گرفتن قراردادها استفاده بکند. از یکی تن از اعضای مجلس می گوید به خاطر منافع چند شرکت و چند ارگان مفسدی که قربانیشان را ملت غریب افغانستان میپردازد، ای کاش این گندم به اسرع وقت در زمستان به افغانستان میرسید. آیت الله سمنگانی از و دیگر مجلس میگوید اینها خودشان فساد پیشه هستند، نمیخواهند که مردم افغانستان در سالهایی که خشکسالی است، گرسنگی است، برای مردم نان پیدا شود. اداره تدارکات ملی وزارت زراعت را متهم می‌سازد که شرکت‌های غیر معتبر که دو شرکت آن مربوط یک خانواده بودند را گرفتن قرارداد و واردات گندم به این نهاد معرفی کرده، اما وزارت زراعت در این باره چیزی نمی‌گوید. آقای صدیق، اگر بخوایم در مورد کارکردهای اداره تدارکات ملی صحبت بکنیم، چقدر شفافیت در کارکردهای این اداره وجود داره و چقدر حسن نیت به خرج میرسانه این اداره تا اینکه قراردادها را به شرکت هایی که واقعا شفافیت وجود داره، کیفیت وجود داره و معیار واقعی برای کار در اونجا وجود داره به این شرکت ها سپرده بشه از این تدارکات ملی؟ شما کدام اخبار را که صحبت کردین در بارش که کمک های هند است و 75,000 متریک تن گندم اونا به حساب تدارکات ملی با کدام بعضی از وزارت زراعتی قراردادها صورت میگیرن؟ ببینید، ما وقتی که بر اساس اوپن اکانومی و بازار آزاد و بازار باز و یا اقتصاد بازار وقتی که ما صحبت میکنیم، این همش بیانگر ازی است که دولت فقط فرآیندهای دولتی و حکومتی خود را به پیش ببرند. اونا نمیتونن در اقتصاد بین تشبث بکنند و اونا بین به یک شکل ای بین خود ای کارها را عیار بکنند، اما به صورت گرفته. آقای صدیق، میبینیم که بیشتر پروژه اقتصادی از طرف همینا به شرکت هایی که خودشان بخوان سپرده میشن. خب متاسفانه اینجا سکتور خصوصی ضعیف است. اگر سکتور خصوصی با واقعیت کدام نهادهایی که نمایندگی از سکتور خصوصی میکنند اینا مسئولیت خود بدانند و اینا به یک شکل به خاطر حفظ بقای قدرت خود که باش ما با دولت روابط داشته باشیم که دولت، چون اینجا یک بسیار تعریف بد هم از اینجا وجود داره که متاسفانه در این مدت 18 سال یا 20 سال سکتور خصوصی نتوانست که استقلالیت و یا امو آزادی خود را به دست بیاره و یا رو حفظ بکنن، به دست ناورده چی را حفظ بکنن. به این خاطر است که دولت به این شکل در موضوعاتی که ارتباط به سکتور خصوصی میگیره
که هیچ دولت فقط وقت میتواند که تشبث در موضوعات اقتصادی بکنه که با تفاهمات سکتور خصوصی که اینا دولت به مشکل مواجه است. دولت نمیتواند که تمام مصارفات ملی که اونا دارن از عواید ملی او را تکافو بکنن، باز اون وقت با تفاهمات با سکتور خصوصی میتوانند که یک مدت زمان تعیین شده در یک کالا وارد عمل شوند تا او گرافی که تعدید میکنه مصارف دولت را او را بتانه از این عرصه به دست بیاره و او را مصرفش برش فائق بیاره. ای که این میاین فعلا اشتراک میکنن، این ضعیفی در اصل از نهادهای سکتور خصوصی هستند که اونا نماینده های سکتور خصوصی هستند و اونا نمایندگی از سکتور خصوصی میکنن. اتحادی هم وجود داره در قبال سکتورهای خصوصی آقای صدیق که بتونه صدایشون را برسانه و مشکلاتشون را حل بکنن. شما خوشنیدین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ما داریم، اتاق معادن و صنعت داریم، اتحادیه سرتاسری صنایع داریم، انجمن صنایع افغانستان داریم، مجتمع کابل داریم، صنعتکاران کابل، اتحادیه ها در تمام سکتورها داریم، شوراها داریم، اما متاسفانه در بین این نهادها که متاسفانه من خودم هم عضویت از این نهادها را دارم، اینها آن رقم استدلال با سکتور دولت کرده نمیتونه که اونا را متیقن بسازه که شما بگذارین وقتی که این فرصت مهیا شده، این فرصت بازار آزاد به افغانستان اقتصاد بازار مهیا شده، ما قبلا 20 سال پیش اقتصاد متمرکز داشتیم که نمیتوانست خود متشبث و سرمایه گذار اینقدر آزاد باشه و اونا بتوانند که به هر قیمت به فروش برسانند، منتها مستهلک رضامندیش حاصل بکنند. خب متاسفانه اینجا سوء استفاده ها صورت گرفته. حتی ما نتوانستیم که میارات نرم و استاندارد بالای ازی تطبیق بکنیم. سعی کنید ما وقتی که اقتصاد بازار میگیم، اقتصاد بازار به این معناست که من مثلا نمید تولید را قیمتش میتونم به 10 افغانی سودا کنم در حالی که به 3 افغانی است، اما من نمیتونم که دهی ما کنم مواد را استفاده بکنم که به وجود انسان ها ضرر میرسانه. یا من مثلا میتوانم که بر اساس کیفیت از این طور ما مواد را دهی استفاده نکنم که مطابق به خود جنس و به اساس قیمتش تطابق نکنه. اینجا است که از خود سکتور خصوصی مشکلات وجود دارد، چالش های هستند که کسانی که نمایندگی بیشتر کدام نهادهایی را که به شما نام بردم، اونا نمیتونن با دولت استدلال کنن که شما نمیتونین به این موضوعات تا تشبث بکنین. یک موضوع. موضوع دوم، وقتی که دولت خودش میایه با هندستان قرارداد میبندن که ما شما می کمک های بلای وضع که به افغانستان میکنین، یا بلای وضع است یا بلای وضع نیست، من از این دقیقا خبر ندارم که نه فهم در بدل پولی داده، در بدل کدام مزبط های نسبی قرارداد با هند امضا کرده، او را من محتویات شنه این فهم. خب بازم وقتی که این کار صورت گرفته، خواهد من این هم این ترانسپورت ازی ببینین و این 75 هزار متریک تن گندم ببینین، انتقالاتش ببینین، خود قیمت از اینا را ببینین، این خودش یک ارزش را تشکیل میده. این ارزش را در بدل از این ما میتوانستیم که بسیار زمین های دشت های بسیار فراوان در افغانستان داره، ما آبهای بسیار فراوان داشتیم، چرا نمیتونستیم که امیره به یک شکل با خود جانب هندستان قرارداد میکنیم که بیاین ما دشت بگوا را میخواییم که ایره گندم کشت بکنیم و ایره تیولها به این نصب بکنیم، ما بتونیم زمین سازی کار را در اینجا فراهم بکنیم. حالا خود قدر واردات وجود داره و قدر تولیدات خود افغانستان در بخش زراعت هم است که میتونن که تکافوی مستهلک بکنن در بازار و قیمت های آرد ما شاید هستیم در این مدت زمان از 1200 الا 1500 افزایش پیدا نکرده، به مو انتروال فعلا وجود داره. یعنی قدر تحت تاثیر اگر ما فعلا بگیم در این زمستان و قحطی کار صورت گرفته مثل که پارلمان گفته، این قحطی ما در بازارها شاهد هستیم. شما هم میبینین که مواد ارتزاقی و مواد اولیه وجود داره، اما توان مردم پایین است. توان مردم درست است پایین است، حالا ما کارهای بعضی از کارهای بنیادی و اساسی و زیربنایی را باید انجام بدیم.
اگر ما چیزی که صورت نمیگیره. چیزی که صورت نمیگیره، اگر بله. امروز ما و مصرف کننده و مستهلک گویا ما همی کمک ها صورت گرفت، در حالی که این نباید دولت در اینجا تشبث میکرد. اگر بر اساس کدام مزیت های نسبی با این صورت گرفته، این از طرف سکتور خصوصی با این باید انجام میشد. وقتی که کار هم صورت نگرفت، حال این گندم به افغانستان کمک میشه، خب این باید از به یک شکل فعلا از طرف دولت با طرف هند اگر این صورت نگرفته، از این بعد کدام فرصت هایی که با بعضی از مملکت ها که صورت میگیره، اونا ما کارهای اساسی بنیادی انفراستراکچر و یا اساسی که او زیربنایی است، او را ما انجام بدیم تا ما باز هم از هند گندم وارد نکنیم. ما بتوانیم که را ریسایکل بکنیم، می را مثلا ما در جریان در بیاوریم، ما بتوانیم منابع مالی و منابع پولی را در این عرصه تخصیص بدیم تا منابع بشری سرگرم کار شوند و این گراف هایی که تهدید میکنه جامعه را او خونسا شوند. آقای صدیق، حالا در اینجا ما کی رو باید بتونیم مخصر بکنیم؟ حالا به خود رئیس جمهور که من هیست کسی که در رأس اداره تدارکات ملی قرار داره، خود رئیس جمهور در اینجا شفافیت روی دست گرفته نمیشه از سویشان و این وضعیت میتونه شکل بگیره، و کسانی که زیر دست ها و زیر مجموعه هستن این تخطی ها را بیشتر روی دست میگیره، یعنی در کل اراده آقای غنی برای تغییر وضعیت را شما میتونید مثبت ارزیابی بکنید و خیر؟ خیلی کوتاه. خب وقتی که ما این 14 جنگ را سپری کردیم و نابسامانی را، و وقتی که ما فعلا میبینیم که کدام بروکراسی که در ادارات وجود داره، کدام موضوعات سیاسی که است و کدام کانفلیکت ها یا اختلافات سیاسی بین احزاب که وجود داره، بین جریان ها کدام مشکلات که وجود داره، ما نمیتونیم که یک شخص در اینجا مقصر قرار بدیم. شاید بعضی از سازش ها، مصلحت ها بنابر بعض اقداماتی که تاثیرگذاریش در آینده است یک جناب رئیس جمهور انجام بده، اما ایرا باید از ما مقصر مردم را داشته باشیم. خب. چون مردم تا وقتی که صدا بلند نکنند، تا وقتی که در فرایندهای اجتماعی که عبارتند از، حتی ببینید شما در انتخابات 1 میلیون از بین 9 میلیون یا 10 میلیون واجد شرایط که در افغانستان است، 1 میلیون در انتخابات اشتراک میکنند. این خودش بیانگر چی است؟ این بیانگر عزیز که مردم احساس عزیزی نداره که ما کدام اقدامات را روی دست بگیریم تا شب این اقدامات متضمن مستقبل ما باشه و ما بتانیم آینده را مدیریت بکنیم تا از این مشکلات رهایی پیدا کنیم و به رفاه و آسایش به سر ببریم. خیلی ممنون آقای محمد هارون صدیق، عضو هیئت مدیره شورای صنایع معدن سرمایه گذاری افغانستان. خیلی ممنون که از این که وقتتون را برای ما ماندین. سپاس تشکر. از شما. تشکر. این بود این برنامه در این نیم ساعت. ممنون از شما که بیننده بودید.